با بگردش در آمدن چرخ این ماشین ها، چرخ اقتصاد هزارها خانواده بلخی بگردش می آید. مسئولان در اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ از فراهم آوری بیش از 20 هزار فرصت شغلی از سوی صنعتکاران بلخی خبر داده می گویند در شمار از اقلام تلاش این کارخانه‌داران کشور را به خودکفایی نزدیک کرده است. ما در بسیاری از بخشا در حالت خودکفایی رسیدیم. و یا هم 50 پیسه خود کفا هستیم ما در ولایت بخت پابریکات مواد غذایی پروسسی مواد زراعی از قبیل پختو پومبا و همچنان در بخش زراعی باغیات میوه های خشک همچنان در بخش 플استیک ماکرونی پی وی سی در بخش های مختلف ما پالیا داری اما با وجود سرمایه گذاری این صنعتکاران، حکومت قادر به رفع چالش های فراروی فعالیت کارخانهداران نشده است. بلند بودن بهای برق، نبود بازار، مشکلات بانکی و قرار گرفتن برخ از کارخانه ها در ساحات رهایشی از چالش های جدی نقش آفرین های بخش خصوصی در بلخ است. جایدات ما جایدات رهایشی است. ما از دولت می خواهیم به یک جای خوبتر که مشکلات ما رفع شاید دیگه مشکلات ما این است که برق برق اساسی نداریم برق مدت زمان یک وقت میره و یک میای مشکل اساسی ما مسائلی است که ما از طریق سویفت فعلا پیسه به خارج حواله کردن نمیتونیم و ما مال همیشه که میخریم از دست دو میخریم یعنی به این معنی که مال به نام خود میخریم ولی برای یک نفر دیگه کمیشن میدیم بودی بازار که یا کوم مشکلاتي ترانسبورتي بسیار زیات استک دومي کې فعلا در انتقالش در فروشش به خاطر نبودي بازارای جهانی خېلی کار ما کې است با شکست مواجه استک یعنی دولت د يرڅه کټمایج نو کومه کاري نه رسانده په با... مشکل مو مواد خوماس او موصولي غندم کې و صفر شوه موږ میتونیم کې ضرورتي مردمو په طریق فامریکو فا حل کړو این هم یکی از کارخانه ها در ولسوالی بلخ ولایت بلخ است نقطه که تا تابستان سال قبل به حیث یکی از اصلی ترین ساحات جنگ در جغرافیای این ولایت تلقی می شد اما حال تولیدگران از فعالیت هایشان روزی اما از کمبود مواد خام و کاهش حاصلات پنبه نگران اند در 24 ساعت پخته تولید میکنیم روغن تولید داریم کنجاله روغن سه نما چیز است تولید ما در 24 ساعت ده بلر روغن است که هر دو 200 لیتر می 2000 لیتر روغن تولید داریم ما در 24 ساعت دیگه 110 بوجه کنجاره تولید داریم ایسیره ایسیره کابل فعالیت این کارخانه داران باعث آن شد تا مسئولان اتاق صنایع و معادن بلخ در نخستین نشست صدای شهروندان بلخ که توسط نهاد مردمی افغانستان شبکه رادیو نهاد، تلویزیون پیکان و دانشسرای علوم صحی حیات بلخ برگزار شده بود، مورد تقدیر قرار گیرد. اقدام که از سوی آقای سنای زاده ستودنی و نزدیک مردم و مسئولین نامیده می شود. نهاد مردمی افغانستان و نهادهای دیگی که وځه او جوړ داران او درې راستا کار میکنند فعالیت میکنند ما په پالت کده شما ما ممنون احسان او تشکر میکنوم ای کاری هستن که واقعا درد مردم به مقامار میرسه و مو هدایتای مقاما به ملت میرسه ای پولی ارتباط و یک روابطی مستحکمی در بین دولت و ملت ایجاد میکنه در ولایت بلخ سه محل برای فعالیت کارخانهداران تحت عنوان پارک صنعتی نامگذاری شده اما حکومت تا حال نتوانسته تسهیلات لازم را برای فعالیت بهتر کارخانهداران در این پارک های صنعتی روی دست گیرد.